ماجرای انقلاب ایران مثل این جنگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان. چند روز گذشته، یا باید بگیم واقعا دو سه هفته گذشته، خصوصا بعد از حمله هایی که اسرائیل به غزه داشت، تجمع همراه با درگیری در تعدادی از دانشگاه های آمریکا رو به وخامت گذاشت. عنایت داشته باشید، کجا؟ آمریکا. آمریکا جای عجیبیه. یعنی خود من که تازه هستم، هی آروم آروم یه لایه‌های جدیدی که ازش برام کشف میشه، میفهممش، بیشتر متعجب میشم که چقدر اون مفهوم آزادی که گفته بودیم اینجا معنا پیدا میکنه و چقدر این آزادیه متکی است به شعور و فهم اجتماعی. تو آزادی تا موقعی که خطا نکنی، تا موقعی که خلاف منافع و مصالح مردم، جامعه و خب طبیعتاً خود آمریکا، چون یه کشور به شدت میهنیه دیگه، یعنی اون قدرت ملی میهنی در جامعه وجود داره، مردم دوست دارن آمریکا رو. من کشورهای اروپایی، خب یه اونجا رو که به قول معروف زیاد زندگی کردم، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، حتی اون یه مقدار پایین‌تر جنوبیاشون، از فرانسه بگیر برو تا ایتالیا و اسپانیا، انگلستان، هیچ کدومشون تو رو با مفهوم میهن روبرو نمی‌کنن. اما آمریکایی‌ها این مفهوم میهن رو خیلی خوب و درست می‌فهمن. هم با استعمار جنگیدن، هم جنگ داخلی داشتن و دو جنگ، در واقع جنگ اول و جنگ دوم جهانی، هم بیش از پیش به اینا اثبات کرد که جایگاه کشورشون کجاست و چرا باید قدردان همین تاریخ کوتاه خودشون باشن. آدم واقعا حسادت میکنه دیگه وقتی نگاه میکنه. من موقعی تازه مثلا اومده بودم، رفت آمد میکردم، پرچم‌ها رو وقتی توی این در و دیوار می‌دیدم برای من تعجب‌آور بود. هیچ جای من اینجوری ندیده بودم که اینقدر مردم نسبت به پرچم کشورشون اینچنین غیرت داشته باشن، عرق داشته باشن. و خب نمی‌فهمیدم که چیه مسئله. الان بیشتر می‌فهمم چجوری این خاک گیرنده است. و خاک هم که گیرنده است، نه اینکه یک سیستمی باشه بخواد به تو مثلا تبلیغ وطن دوستی بکنه، نه. جامعه، اون نبض اجتماعی سیاسی جامعه جوریه که تو دوست داری اونجا رو. اما همه این چیزا رو گفتیم، از یاد نبریم که همین جامعه‌ای که اینقدر پذیرنده است، اینقدر دوستدار داره، عموما دوستش دارن، عاشق این خاکن، علاقه به مهاجرت ندارن. من یادم مثلا شاید اون اوائل سر ماجرای ترامپ مثلا یه افهم بود، یه سری از این چپا و نمیدونم این کسایی که مخالف به هر حال ترامپ بودن، اینا تهدید کرده بودن که بریم مثلا کجا، بریم کانادا، و احتمالاً هم بعد از یه مدت متوجه شدن که اونجا چه خبره، همینجا بهتره که همینجا بمونیم، چون ته داستان همینجاست. همه اینا رو گفتیم که به این نقطه برسیم که همین کشور هم ممکنه درش به هر حال یه سری نادان باشن. جالبم هست بدونید که آمریکا به شدت دین پروره، فرق خیزه، به خاطر همون آزادیه. یعنی میگه آقا تو مثلا میخوای دور هم نشستید، به هم به این نتیجه رسیدید که در پشت مریخ که خورشید پشتش به ماست، یک موش بزرگی قرار داره، وجود داره، اون موش داره جهان رو میچرخونه. آقا ما معتقدیم به این موش. باش، برو فرقتو بزن، گروهتو درست بکن، جمعیت برای خودت بساز. تا موقعی که به کسی کار نداری و از خطوط آزادی خارج نشدی، تبدیل به سم نشدی برای جامعه، کارت انجام بده. و اگه یه سرچ کوچولو هم بکنید، ده ها گروه متفاوت و عجیب غریب تو این آمریکا، تو تاریخ آمریکا میبینید، همین مال تا همین قرن 20 و 21 که چه اتفاقات عجیب غریبی براشون افتاده. آمریکا این تاریخ رو پشت سر گذروند. سفت و سخت گیری های عجیب غریبی هم داشت نسبت به کمونیسم. یعنی این جامعه ظاهرا همه چی درش غیر سیاسیه، مردم در مورد این چیزا صحبت نمی‌کنن، همه درگیر زندگی هستن، چون منطق این جامعه پوله و خیلی هم زیباست. منطق این جامعه سرمایه است. مسائل بعدی برای اینها از دل این داستان در میاد.
و دقیقا به همین دلیل همینا میدونستن که چه خطر عجیب غریبی در معنا و مفهوم کمونیسم و حتی شکل‌های نرمتر سوسیالیسم وجود داره که میتونه جامعه آمریکا رو تهدید بکنه. به این ترتیب دو تهدید انگار روبروی همدیگه هستن، یک تهدیدی که با اون هی دوتایی خودمونه، یه دونم تهدید جیمی، یعنی حدود ساختن. اینو منطق آمریکایی میفهمه. با کمونیست ها و شکل های حتی نرمتر سوسیالیسم هم که روبرو میشیم، یک بار اون زنگ خطره به صدا در میاد که این با نظم آزاد ما در بازار و اجتماع و در سیاست مخالفت داره. I'm a UCLA student. I deserve to go here. We pay tuition. This is our school. And they're not letting me walk in. My class is over there. I want to use that entrance. We're going. I'm going in. قرار گرفتن این دو تهدید در مقابل هم، یعنی تهدید به عنوان خطر و تهدید به عنوان حد و مرز، نشون میده به جامعه آمریکایی که این جامعه باید زنده باشه، این جامعه باید هوشیار باشه و حواسش باشه. و به همین دلیل هم وقتی که صحبت سوسیالیسم میشه، وقتی صحبت کمونیسم میشه، اینا زنگشون اون زنگ خطره به صدا در میاد که اینا میخوان رگ مالی جامعه رو، بنیاد اقتصادی جامعه رو هدف قرار بدن. وسط این داستان جوان نمیدونم 18 ساله آمریکایی بگیر حالا تا 18 19 20 20 همینطوری بیا بالا تا نگم تا کی میخواد تو دانشگاه باشه، مثلا تو بگی اصلا 30 زیر 30 شکم سیر توپل مپل وسط آزادی، نمیدونه فلسطین چیه، نمیدونه غزه چیه، نمیدونه حماس کیان، نمیدونه تجاوز چیه، نمیدونه اسرائیل از کجا آمده و چجوری جنگیده برای حضور و بقای خودش، نه تاریخ یهود رو به معنی میشناسه. قشنگ وسط آرامش و امنیت بزرگ شده، نیاز به یه هیجان داره. این هیجان رو متاسفانه گروه‌های مثل حماس و جریان‌های عمومی چپ میتونن براش فراهم بکنن، بهش یه سری هیجان‌های اولیه میدن که از اون روتین زندگی یکم عقب بکشه و در واقع به شکلی براش معنا ایجاد میشه. و یه چند بارم من گفتم جامعه آمریکایی یه بخشیش بسیار ساده دلن، خیلی مهربانن، خیلی سری فریب ممکنه بخورن، یعنی خیلی اینا راحت میه. بچه بزرگ شده یه تو ایران و مثلا بیاری جلوی یه نوجوان 16-17 ساله آمریکایی بذاری، ایرانی اونو میخوره، چون اون به خاطر بقاش مجبور بود بجنگه. این نه، تو یک جامعه زندگی کرده که مبنا اعتماده، مبنا محبته، مبنا دوستیه، یه جای دیگه است. نه فقط حالا ایران رو مثال میزنم، هر جای دیگه، افغانستان، ترکیه، نمیدونم حتی اروپایی ها به شکلی، این یه جور دیگه ای بزرگ شده. اینو خیلی راحت تر میشه فریبش داد. این توی دانشگاه میره و استاد میاد براش یه صحبت هایی میکنه، یه زاویه ای از تاریخ رو به این نشون میده، منابعی رو به این آدم معرفی میکنه که به راحتی تو طول و عرض 4 سال یک جوان سالم، خانواده دوست، با محبت، با عشق، که باید پارتی بکنه، عشق بکنه، موزیک گوش بکنه، نمیدونم بره لب آب اون قایقا رو سوار بشه، اسکی بکنه، اینو میاره بهش صحبت از عدالت و کمونیسم و سوسیالیسم و فلسطین و آرمان، و که بعد جوان بلند شه بره ازش میکروفون رو بگیرن جلوش بگن که خب تو برای چی اومدی تو این تظاهرات داری شرکت میکنی؟ بگی نمیدونم دوستام اومدن، ما هم اومدیم فلسطین غزه. به همین دلیل حالا دوباره الان میتونم مثال بزنم، جامعه ایرانی که مارگزیده هست، الان تو برو پلی جوان سالم ایرانی بهش بگو غزه، در مؤدبانه ترین شکل ممکنی یه لبخند بد میزن و در بدترین حالت با یه فوش مهمونت میکنه و خداحافظ. به این ولی چی؟ 4 تا عکس و من دیدم آقا، چه تو اروپاش چه همینجا، 4 تا عکس بچه یه نمیدونم غذایی و فلان و نمیدونم گشنگی و وضع و اینا رو بهش نشون بده، یا یه زاویه دیگه از ماجرای اسرائیل و فلسطین رو بهش نشون بده، به راحتی گول میخوره. میگه بعد کسی از خودش نمیتونه بپرسه یا بیادش نمیتونه بیاره آقا تو کدوم سرزمین داری زندگی میکنی؟ تو سرزمینی که میگه این سرزمین مال کی بوده؟ این سرزمین مال نیتیف ها، مال بومی های همینجا بوده دیگه، کجان الان؟ چی کار دارن میکنن؟ یا معتادن؟ مشروب خورن؟ افتادن گوشه خیابون؟ یا یه پولی به عنوان گدایی و دریوزگی دارن از این ور اون ور میگیرن؟ چه اتفاقی با اصولا نیتیف های آمریکایی افتاده؟ چه بلایی سرشون اومده؟ همین چند وقت پیشم یه اسکورسیزی که فیلم ساخت ببینید دیگه، تاریخ اینه،
به همین دلیل بچه رو باید نشوند، نوجوان رو باید نشوند، ببین بگیر تاریخ جای این حرف های اخلاقی خوشگله نمیدونم انسانی اینا نیستا، شوخی نداره. بکش بکش بزن بزن جنگ بوده، جدی هم بوده. الان هم تو جایی داری زندگی میکنی که پیش از این اجدادت زدن کشتن گرفتن، مثل هر جای دیگه از ایرانش بگیر، ما هم کشتیم دیگه، یکی مخالفی. این واقعیت جهان است و با یه سری حرف های اخلاقی غیر واقعی دستکاری شده نمیشه جهان رو هدایت کرد. تهش میشه همین اتفاقی که الان داره در دانشگاه‌های آمریکا میفته. جوون با هزار بدبختی و امید و اینا میره دانشگاه، از دانشگاه طبیعتاً به این دلایل، به دلایل جنایی، وقتی تو بلند میشی میزنی اموال عمومی رو تخریب میکنی، دیگه ایران نیست که بتونیم دفاع بکنیم ازش، بگیم با جمهوری اسلامی طرفی، نه شوخی ندارن اینا، چون جنگیدن براش، فرقی هم نمیکنه کی باشه. و دیدید سر ماجرای کنگره و طرفدارای ترامپ چه واقعا چه افتضایی به بار اومد و چقدر خطرناک بود. این جامعه فرق میکنه، این جامعه برای اون چیزی که هست جنگیده و توی نوجوونه، حالا جوونه مثلا 18-19 ساله، فکر میکنی از اینجا میخوای از فلسطین دفاع بکنی، چفیه بندازی، تریپ برداری. یک سال دو سال بعد میگذره، میبینی هم دانشگاه تو از دست دادی، زندگی تو از دست دادی، اسمت توی لیست سیاه ترسناکی میره که هر جا بری برای کار و فلان این داستانا برات مشکل پیش میاد. اینا که مشخص دارم میگم، شاید نمیدونم یه سری از این جوانهای ایرانی بزرگ شده اینجا هم باشن دیگه، یا حداقل خانواده هاشون. و ببینید مادر بلند شده رفته وسط خیابون، ماسکو از سر بچه کشیده، گفت میگو غلط میگم، میگو برو خونه، این چه مسخره بازی، شوخیه مگه؟ مگه اون ماجرای بلک لایف ماترز مثلا که تو بگی حالا بیا برای حقوق آفریقای آمریکایی یا بجنگی با نرمی و فلان، این داستانه شوخی ندارن اینا که. ماجرا به شدت سیاسیه و جنایی میتونه بشه، سرنوشت تو رو میتونه تغییر بده. و چرا باید یه جوان تو سن 18-19-20 اینا به خاطر هیجان، آیا چون میتونه بری تو ورزش و فلان این منبر خالی بکنی، یا نه تو کارهای سیاسی مثبت و درست در راستای منافع کشورت میتونی خرج بکنی، نه برای یه گروه تروریستی مثل حماس که نه معلوم از کجا اومده، چه کار داره میکنه، خودشون تو جای امن اینور اونور، خانواده بدبختشون هم همونایی هم که تو غزه هستن کشته میشن چند وقت به چند وقت، با مرگ دارن زندگی میکنن، مرگو دارن ترویج میدن، و فاجعه بزرگی مثل 7 اکتبر رو به وجود بیارن که تو بری تو دانشگاه به جای اینکه درس بخونی، به جای اینکه به کار و زندگیت برسی، موجب افتخار خانوادت بشی، تبدیل به یک طرفدار تروریسم میشی. این از کجا میاد؟ این از دل جهان سوسیالیستی میاد، این از دل جهان ادیان و ایدئولوژی های سیاسی نفرت پراکن میاد، ایده هایی که با نفرت زندن، سوسیالیسم و مارکسیسم با نفرت زنده است. یعنی از آن کسی که داری بگیر بده به آن کسی که ندارد، و این اسمش میشه قهرمانی. فرقی هم نمیکنه پشتش الله و مسیح و نمیدونم چی باشه، یا پشتش ایده های مارکس و لنین و استالین یا هر کسی دیگه ای باشه، ایده نفرت داره درش، خشم و کینه بیهوده داره ازش، موجب برهم زدن انسجام و نظم اجتماعی میشه. اونم چه نظمی؟ نظمی که خودش زنده است. تازه این نظمی که خودش زنده است هنوز برای عده‌ای که اون افرادی که به هر حال مغز جدی اقتصادی دارن، این هنوز کمه. میگن هنوز دولت داره دخالت میکنه، که منم روی همین قضیه هستم. تا جایی که میشه دولت باید عقب بکشه و بذاره این جامعه خودش نفس بکشه، و جامعه آمریکایی نمونه درستی از اون جامعه‌ایه که خودش نفس کشیدن رو یاد میگیره، غریزی و با اون خودانگیختگی که در خود جامعه وجود داره. مبنا اینه که جامعه انسانی نیاز نداره به یک آقا بالاسری مثل دولت یا هر سیستمی دیگه که بیاد الفبای شعور اجتماعی رو به ما یاد بده، نه، همچنان که زبان رو کسی به ما یاد نمیده. ما زبان به عنوان یک چیز سیال و خودانگیخته تو تاریخ اومده و به ما رسیده، ما میتونیم یه سری جاهاشو اینجوری به قول معروف جمع و جور بکنیم، اما ساماندهی نهایی با ما نیست. کسی نمیتونه زبان رو کنترل بکنه. اقتصادم به همین ترتیبه، سیاست هم بازم
بحث تکنولوژی تو همین مسیر خواهد رفت. حالا تو همه اینها رو باید بنشونی به جوان 18 19 20 ساله بگی و بعد بهش بگی ببین عزیزم فریب این فیلم و ویدیو و عکس و فلان اینا رو نخور، خیلی ناراحتی، خیلی اذیت داری میشی، بلیتو بگیر برو یه سال اونجا زندگی کن، ببین رفتارشون با زن چجوریه، ببین با تو چیکار میکنن. یادتون دوره داعش این جوانای اروپایی و این ور اون ور بلند میشدن فرار میکردن میرفتن به خاطر فشار اقتصادی و نمیدونم، یا خیلی از این دوگانه ها دو هویتی ها که نه هویت مملکت خودشون رو داشتن، یعنی اون اصل خودشون رو داشتن، نتونسته بودن هویت مثلا انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و اینا به دست بیارن، چون جوامع اروپایی هم به هر حال اون نژاد پرستی یا شکلی فرهنگ پرستی درشون وجود داره دیگه، مثل جامعه آمریکا پذیرنده نیست که. حالا همین چهار تا اینجوری باید اینا رو ما به چهار تا جوان آمریکایی اینجوری گفته بشه و خیلی دیره، خیلی ممکنه دیر بشه، خیلی ممکنه خطرناک باشه. یه جایی که می‌بینی دیگه کار از کار گذشته. در هر صورت دیدن صحنه‌های این چنینی زد خورد بین پلیس و دانشجوها و نمیدونم یا حالا پرو اسرائیل پرو فلسطین، هر کدوم این صحنه‌ها صحنه‌های جذابی نیست، خصوصا برای آمریکا در صحنه اجتماعی سیاسی آمریکا که به هر حال اینها می‌بالن به آزادی و محبتی که توی جامعه وجود داره، جذاب نیست. ولی پیشا پیش سرنوشت این قضیه مشخص، پیشا پیش، یعنی من با و خیلی من با همیشه بدون اطمینان صحبت میکنم، سعی میکنم که حواسم باشه قطعی صحبت نکنم، اما در این زمینه با اطمینان بالا میگم که جامعه آمریکایی این مسئله رو جمع جور میکنه، خیلی شدید و جدی هم این کار رو میکنه. اینا با منافع اسرائیل شوخی ندارن. ببینید خیلی خطای بزرگی کسی توی آمریکا مثلا باشه، بدتر از اون توی نیویورک یا حالا اینور کالیفرنیا باشه، بازم بیاد مثلا تو لس آنجلس باشه، یک جمعیت جدی یهودی ساکن اینجا هستن که اینها تاریخی برای بقای خودشون جنگیدن، بعد توی دو روز از راه اومده با یه گروه تروریستی حماس و چهار تا فیلم و عکس و تو دانشگاه میخوای با این بجنگی؟ با کسایی که تو تاریخ جنگیدن برای وجود خودشون؟ اینو باید به اون جوون گفت. چه حالا آمریکایی باشه چه امیدوارم نباشه ولی ایرانی، که خب خوشبختانه تو ایرانی‌ها این مسئله کمتره، یه سری‌ها که ممکنه خانواده چپ و اینا داشته باشن تحت تاثیر اون افکار باشن ممکنه این خطاها رو بکنن، ولی بحث جدی تا جایی که میشه باید با این جوان‌ها صحبت کرد و بهشون گفت که وضعیت چیه. جدای از همه اینها سرنوشت دانشگاه های آمریکا هم به نظر من جالب و جذاب خواهد بود. و اولا که به زودی این بحث دانشگاه و اینا اصلا خیلی خوب به نظر من خوزعبله، این باید برچیده بشه دیگه، بعد از خصوصا کرونا دیگه شکل آموزش بدن به بدن اونقدر نزدیک، این باید تغییر بکنه و تغییر هم داره میکنه. اینا دیگه آخرین نمایش ها و حرکت های به قول معروف نمایشی که ما داریم میبینیم از شکل‌های آموزشی که به جای اینکه بیان درس بخونن دارن درسو به این شکل، شوخی‌های جدی هم باهاشون میشه، حالا چه میخواد در رابطه با بحث جنسیت باشه چه در رابطه با مباحث سیاسی باشه. جامعه آمریکایی این مسئله رو جمع جور خواهد کرد، من نمیگم دولت آمریکا، حواستون باشه، خود جامعه، این جامعه قوی و تیزهوشیه، پس بهتره که به دام گروه های تروریستی مثل حماس نیفتیم. فریب القاعات و تبلیغاتی که این گروه ها میکنن، حالا ببینید دیگه توی تیک تاک خیلی خنده داره، تیک تاک مثلا مرکز فعالیت های ایناست، حواسمون باید باشه، بچه هامونو دور نگه داریم از این چیزا، چون به هر حال خطره، ویروس بیماری این داستان، که خدای نکرده یه زمانی کار به جایی نرسه که دیگه نشه ترمیمش کرد. زنده باشید.